فهمی خانم نیستن نه؟ نه کار داشتن یه سر رفتن بیرون زود میان. با فوت شوهرشون چیکار میکنن؟ کنار اومدن؟ خب اول خیلی بیتابی میکرد الان بهتر. خاک دیگه سرده. پسر فهیمه است؟ بله ماشالله ماشالله. پسر بزرگش چیکار میکنه؟ من شنیدم بیکاره. بیکار که خب یه سال تازه سربازش تموم شده. انشالله میگرده کار خوب پیدا میکنه. انشالله. شنیدم خیلی ناسازگاره درسته؟ نه ناسازگار نیست. بیقراره. اونم حق داره. خب پدرشو تازه از دست داد. من یه چای بیارم براتون. زحمت نکشید. نه خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. رنگ باشه. داداش صد دفعه نگفتم یه جا میریم انقدر چشمک دنبک نزن؟ اون دفعه زنه رو یاد کردی؟ مرده فکر کرد نظر داری گرفت تو رو یک پس خودو زد. ما نکن دیگه. نقی این چه فضیه؟ قشن سفره پنگ کن بشین نهارتو بخور. امور جان چی میگن اینا؟ چیزی نگفتن از این که اون دفعه تو رو واسه سفره پنگ کردن؟ نه این چطوره اون چطوره تفره میرن؟ حرف اصلشون هنوز نزدن. نقی یه کاری کن تا من اون برم سارو نیکار صدا کن بیا نارشونو بخورم. اما جان لازم نکردی. اگه بچه رو تنبیه میکنی تا آخرش باید وایسی. اینجوری بچه بی تربیت میشه. بچه گشنه میمونه بهتر از اینه تقلب کنه. امروز تقلب کرد فردا دزدی میکنه جیب منو میزنه جیب تو رو میزنه قتل میکنه جنایت میکنه هزار تا کار میکنه. گنده نکن الکی قضیه رو. تقلبم نتونستم بکنم. اما من خیلی نگران این دو تا بچه‌ام. خیلی نگران. چرا که عزیزم این رو یه تقلب ساده رو نتونستن انجام بدن؟ فردا چی جوری میخوان تو جامعه سر بلند کنن زندگی کنن؟ ای خدا میجانبه سه تایی منو کشتین به جام بکنین دیگه بابا جان. سه تا آدم 500 کیلو وزن دارین ده تا کلمه حرف درس حسابی نمیتونین بزنین؟ ای شما چی کار دارین که پسر افسرده است نیست چاقه لاغر کار داره نداره؟ بگید این بچه هر زن میخواد تمام. حل نکن داداش زن میگیری زن میگیری. تقصیر منه که شما سه تا پنگوئن سنگینی رو با خودم آوردم. شما رو بخواستم چیکار کنم؟ خودم تناری میومدم کار تمام میکردم دیگه. چقدر حرف زنی تو. بابا تو صدا کن بیاد نهار بخوره. گفتی بابا رحمت زنگ زد گفت سرم خلوت سلمونی بابا تو بگی بردی بیا سرکلش اصلاح کنم. من خلوت من بابا رو میبرم از اون برم یک کله میرم سر کار. آره نقی این رو تخفیف خواستم من چی بگم؟ بگو تخفیف مخفیف خبری نیست. مرغ نقی یه پا داره. میخواین ویلچر رو داد نزن این میخواین ویلچر رو ببرین اگه نمیخواین بابا تونی کل بگیریم به ما ربطی نداره. بفهم دستون درده. خواهش میکنم بفهم دست شما درده. بابا چطوره؟ بهتر شدن؟ این ویلچر به دردشون نخورد؟ والا نه به درد نخورد. چرا نتونستن استفاده کنن؟ حقیقتش اینه که الان یه سال بابا افتاده تو جاش. اصلا به دردش نمیخورد. پس ویلچر بر چی برده؟ راستیتش ویلچر بهانه بود. ما برای یه کاری مزاحم شدیم. آها ببینیم من الان دیگه تو شورای شهر نیستم. ما یه تصادفی داشتیم. نه 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 نه, 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 نه. ما برای فهیمه خانم مزاحم شدیم. بله یعنی در واقع ما اومدیم اگه قبول کردن بیام خواستگاری واسه داداش. آخه داداش 3 سال پیش زنش فوت شد. بله شنیدم خدا رحمت کنه. ماشاءالله داداشم همه چی داره. خونه، زمین شالی، ماشین، یخچال ساید بای ساید، لباسشویی، ظرفشویی، تبلت، آیپد، وای فای، ترد میل، دوچرخه ثابت، بچه. ماشاءالله بچهش اینقدر درشته که از این در تو نمیاد. به خدا اگه قبول کنه خوشبخت میشه. والا چی بگم فکر نکنم شرایطشو داشته باشه. میدونین جای خالی بهبود هنوز اذیتش میکنه. آخه بالاخره که چی اون بنده خدا مرد تموم شد رفت. این جوونه قشنگه باید ازدواج کنه باید زندگی کنه دیگه. تازه سال شوهرش هم سر شده. نذارین به این زندگی عادت کنه. بذارین هر چی زودتر شوهر کنه بهتره. من مخالف ازدواجش نیستم ولی خب باید میدونم قبول کنه. قبول میکنه. اگه شما باش حرف بزنین قبول میکنه. آخه خودش هم اگه قبول کنه پسرش محال قبول کنه. پسرش داداش میبره سر شغل دولتی. آره داداش با سواد تاثیر کرده جامعه دیده. داداش حرف بزن خودت اینا بگو دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید میخواستم ببینه اینجوری هول هولکی نمیشه.
من میگم الان شما تشریف ببرین، من باش صحبت کنم بعد ببینیم نظرش چیه. ولو راستش اجازه بده، اجازه بده داشت هومو خانم. اون دست خداست، پدرمون رو به قبله است، تو اتفاقی نیفتاده داداشو میخوایم سر سامون بدیم. خدا شفاشون بده. ببینید هومو خانم، من واقعا کاری از دستم بر نمیاد. میخوای شما برین چند ساعت دیگه بیاین خودش باشه، نظرشو بپرسین ببینین جوابش چیه. باشه پس ما میریم سر شب دوباره برمیگردیم. چایتون رو میل کرده؟ ممنون. ایشالله دیگه چایی خواستگاری. آقا مدیر بفرمو. اینشو بفرم، اختیار داری. چطور خوب شده؟ خوبیش که خوب شده، فقط این موهای آلوگارسونیش درست کنین. ها؟ یه موهاش یکم درست میکنین بجوره برای این سنده. چی؟ آقا جان، پسر جان، اینی بگی مستراش کن موشه، جلو گوشش خالی کن، بشنو آقا آدم چی میگه. چی چی؟ داداش من خودم و دست این دوتا دیگه کم آوردم. رمان بابا رو نسوزنی. شما دو دقیقه دندون رو جیگر بذار ببین این واکس چه معجزه ای میکنه. واکس؟ مگه نمیگه گوشش نمیشنوه خوب؟ مگه نمیگه شبا خورخور میکنه نمیتونه نفس بکشه؟ همین نگه جنگل آمازونه. شما خودت یکی یک کوپه موکت بشپونه تو گوشت، یک کلاف کامبا بکنه تو دماغت، راحت میشنوی؟ نه دیگه. درست میتونی نفس بکشی؟ خیلی. نه دیگه. اینه که این از داروی نظافت هم بهتره، یعنی کل هم از بیخ از ریشه در میاره موره.